هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر با هجوم شدید برخی عناصر دوم خردادی روبرو شده است. عالی جناب سرخپوش از جمله القابی است که برخی عناصر سیاسی اصلاحات به او نسبت دادند. هاشمی که آماج شدیدترین حملات سیاسی است، ظاهراً تداوم این هجوم سازمان یافته را در دوران مجلس ششم پیش بینی می‌کند و در روز آغاز به کار مجلس از نمایندگی مردم انصراف می‌دهد. حجم سنگینی از تبلیغات منفی و خلاف پیش از برگزاری انتخابات و در دوره تبلیغات و به هنگام رأی‌گیری و شمارش آرا بر صحنه میدان رقابت‌های انتخاباتی عارض گشت و حتی دشمنان خارجی و داخلی انقلاب سمپاشی‌های علیه اصل نظام و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی نمودند و در جریان انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج فضای شبهه‌ناک و ابهام‌آلودی به وجود آمد. اکنون با توجه به شرایط جاری، انجام وظیفه به صورت مطلوب و تلاش برای وفاق ملی و تقویت سازندگی که از اهداف مهم و عمده حضورم در صحنه بود را حداقل مشکل می‌بینم. سوگند یاد می‌کنم 23 خرداد انتخابات هیئت رئیسه برگزار می‌شود و مهدی کروبی به ریاست مجلس ششم انتخاب می‌شود. کروبی اعلام می‌کند مهار تورم و حل مشکل بیکاری انتظار مردم از نمایندگان است. عمل به قانون اساسی علاج اساسی دردهای این کشور است و عمل هم متوقف بر این است که عناصر عمل کننده، چه اونهایی که مجاری اجرای قانون اساسی رو معین میکنن مثل دستگاه قانون گذاری، چه اون کسانی که اون رو اجرا میکنن مثل قوه مجریه، چه اون کسانی که عدالت را، تخلفها را مورد ملاحظه قرار میدهن مثل قوه قضاییه و همه دستندارکاران این کشور، اینها در صورتی اون اهداف عملی خواهد شد، اون قانون عملی خواهد شد که همه اینها در مقام عمل اخلاص را، صفا را، مسئولیت را، انجام وظیفه را ملاک خودشون قرار بدهند. وامدار کسی هم نباید بود، فقط وامدار اون سوگندی که خوردید باشید. اون سوگندم سوگند حقیقی است، یعنی قسم است، قسم شرعی است، قسم شرعی است که اگر نقض بشود اون قسم یقیناً خلاف شرع انجام شده است و مسئولیت‌های سنگینی هم برای انسان پیش خدای متعال داره. برخی نمایندگان مجلس ششم طرح ارائه می‌دهند تا قانون اصلاح شده مطبوعات را که مجلس پنجم سال قبل تصویب کرده دوباره به حالت قبل برگردانند. بحث‌ها و کشمکش‌ها شروع می‌شود. در نهایت در 16 مرداد 79 طی نامه‌ای که رهبر انقلاب به رئیس مجلس می‌نویسد این طرح از دستور کار خارج می‌شود. مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دستندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانند. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آن چه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. اسفند 1379 اعضای هیئت رئیسه مجلس با آیت الله خامنه ای دیدار می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش تبلیغاتی گسترده دشمن در سالهای اخیر برای الغاء وجود دو خط متعارض در کشور، راه حل اختلاف نظر میان قوا و دستگاه ها همانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بر اساس روال عادی روابط قوا و دستگاه ها و از راه های قانونی اعلام می کند. خب در این راه این مبارزه چه کردیم؟ این رو یک نماینده از خودش سوال کنه. در زمینه کم کردن فاصله بین فقیر و غنی چه کار کردیم؟ خب آیا این فاصله در اسلام که نظام جمهوری اسلامی بر اون مبتنی است پذیرفته شده است یا نه رد شده است؟
اگر رد شده است که هست و جزء بدیهیات و محکمات اسلام است، این شکاف عمیق بین فقیر و غنی، ما در راه پر کردن این شکاف و نزدیک کردن سطح زندگی و وضع زندگی یک خیلی انبوهی از مردم که دچار فقر و تنگدستی و استضعاف مالی هستند، با کسانی که بهره‌مندی‌های بی دلیل بی وجه، عزیزان بی جهت هستند و دارند، چه اقدامی انجام دادیم؟ وضع اقتصادی سخت باشه، ناسازگار و نابسامان باشه، تهاجم پر عقبه تبلیغاتی علیه نظام به شدت وجود داشته باشه، این دوتا دستگاه‌های گوناگون نتوانن وارد میدان بشن، این سه تا جو هم جو هیجان زده و ملتهب سیاسی باشه، این چهار تا، این چهار خصوصیت اگر وجود پیدا کنه در جامعه، شما ببینید یک استنتاج قهری طبیعی پیش خواهد آمد. حالا شما بیا تو این فضا فریاد بکش که آقا مجلس این اقدامات کرده، دولت این اقدامات کرده، چه کرده چه کرده، به جایی نخواهد رسید صدا. این تصویر بسیار خطرناکی است. میخوان این تصویر رو همت گماشتن که این تصویر رو تحقق ببخشن. شما باید نگذارید، باید نگذارید، از همه جهات باید با این مقابله کنید. شما فکر میکنید رأی میاری؟ اگه فکر نمیکردم نامزد نمیشدم. وظیفه ملت ایران هست که در برابر قانون شکنی ایستادگی کنن. پشتوانه عظیمی هست برای نظام و برای مسئولین. تمام تلاش توان خودم رو صرف خدمت به مردم میکنم. همه مردم موظف هستن که به اصطلاح رعایت حقوق دولت رو بکنن. کشور بتواند این مراحل سازندگی رو به نحو موثری دنبال بکنه. هر کسی که نامزد است امیدواره که خودش رأی بیاره. هیچ جای دنیا این مقدار حضور گسترده و فعال مردم رو ما در انتخابات نمیبینیم. باید هر نوع حضور انتخاباتی رو که منجر به افزایش سطح مشارکت مردم شد رو مبارک دونست. 5 دی 1380 خبر دستگیری حسین لقمانیان نماینده همدان منتشر میشود. برخی نمایندگان به این اقدام قوه قضاییه اعتراض میکنند. علت واقعی دستگیری و بازداشت افرادی که فعالیت‌های ایشان آشکار است چیست؟ 8 دی 1380 آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه درباره مسائل مربوط به متهمان و پرونده‌های مفسدان اقتصادی و اظهارات اخیر نمایندگان مجلس پاسخ می‌دهد. اگر مطلبی عنوان جرم بر آن بار شود مانند توهین به مسئولی، این مسئله نمی‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی قرار گیرد و به هیچ وجه در قوانین جزایی مصوب نظام ما مسئولیت شغلی مانع اجرای وظیفه قاضی و دادگاه در پیگیری و محاکمه با آنچه که خارج از مسئولیت است و عنوان جرم دارد نمی شود. نباید مانور سیاسی داد و سر و صدا که آقا چرا چنین است فلان است. نه، بالاخره شورای دیوان عالی کشور آخرین مرجع تصمیم گیری مسائل قضایی است. یا این حکم رو تایید میکنه یا نقض میکنه، میگه آقا دوباره رسیدی کنید، وقتی تایید کرد باید اجرا بشه. این آخرین مرجع دیگه نسبت به تصمیمات اون مرجع طبیعیه، باز کسانی متضرر از قضیه هستن، اما متضرر نباد هر شاید که فریادی بکند. آیت الله خامنه ای در پی نامه آقای سید محمد رضا خاتمی نایب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اقدام قوه قضاییه در برخورد با چند نماینده که خارج از حیطه نمایندگی اقداماتی انجام داده بودند می نویسد: در مورد این پیش آمد و امثال آن هیچ بنبست قانونی وجود ندارد و همه ی راه حل‌ها در قانون اساسی پیش بینی شده است. نمایندگان محترم مجلس موظف به نظارت، تذکر و انتقادند و در اجرای این وظیفه کسی حق تعرض به آنان را ندارد. البته آنان حق ندارند از مرزهای قانونی تجاوز کنند. قوه قضاییه نیز موظف به تعقیب قانون شکنان است و باید با متخلفین قاطعانه رفتار کند. انتخابات مجلس هفتم در پیش است. تلاش‌های دولت اصلاحات و نمایندگان جبهه دوم خرداد در مجلس برای تغییر قانون انتخابات و افزایش اختیارات رئیس جمهور به جایی نرسیده است. تا
تز خروج از حاکمیت که از طرف تئوریسین‌های حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح شده به این معنی است که در صورت تأیید نشدن لوایح دوگانه در شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و اعضای دولت دست جمعی استعفا خواهند داد. این دو طرح در شورای نگهبان رد می شود. نمایندگان اصلاحات و دوم خرداد چه زمانی را برای عملی کردن تهدید خود و خروج از حاکمیت انتخاب می کنند؟ هنوز پاسخ این سوال مشخص نیست. ثبت نام برای انتخابات مجلس هفتم آغاز می شود. احزاب و گروه‌ها تمام قد به میدان می‌آیند. شورای نگهبان از میان 8172 داوطلب صلاحیت 4559 نفر را تأیید می‌کند. در میان رد صلاحیت شدگان اسامی 85 نفر از نمایندگان مجلس ششم که در جنجال‌های سیاسی این دوره فعال بوده‌اند دیده می‌شود. اغلب نمایندگان رد صلاحیت شده از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. در نخستین جلسه علنی مجلس پس از اعلام نظر شورای نگهبان در 21 دی 1382 نمایندگان تایید صلاحیت نشده تصمیم می‌گیرند صحن مجلس را ترک کنند. رئیس مجلس توصیه می‌کند کارها روال قانونی را طی کنند. من میگم بشینیم طبیعی کارمون را انجام بدیم، راه قانونیمون هم ادامه بدیم، پیگیری هم بکنیم. اولین قدم هم این که به همه رد صلاحیت شده ها اعلام میکنیم که شما یه مرحله دیگه رسمی قانونی دارید و اون مرجع شورای نگهبان اونجا به شما که عرض کنم شکایتتونه بدید. اما نمایندگان معترض جلسه را ترک میکنند و این خروج یک ساعته سرآغاز جنجالی بزرگتر است، جنجال تحصن. این تحصن در خانه ملت به نمایندگی از همه آنانی است که مظلومانه آماد اتهامات ناشایست هیئت مرکزی نظارت در انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته و به دلایل واهی و غیر مستند و به طریق غیر قانونی رد صلاحیت شدند. آقای شکوری بیا جلو، آقای لوکانیا بیا جلو.22 دی رهبر انقلاب در دیدار با استانداران سراسر کشور تأکید می کند که وزارت کشور و شورای نگهبان هر دو موظف هستند کاملا قانونی عمل کنند. اینی که ما قانون رو هر جایی که طبق میل ما از آب در میاد قبول کرده داشته باشیم، هر جا طبق میل ما نتیجه از آب در نمیاد قبول نداشته باشیم، این منطقی نیست. من معتقدم قانون باید ملاک باشه. اگر چنانچه به جایی برسه که جای حساس و محتاج تصمیم گیری باشه، شکی نیست که اگر نوبت از مراحل قانونی بگذره به رهبری برسه، شکی نیست که بنده وارد میشم و اونی که تشخیص میدم وظیفه است اون رو عمل خواهم کرد. در ادامه جنجال تحصن، شماری از شهرهای سیاسی خارج از مجلس هم به متحصنین میپیوندند و به التهاب افکار عمومی دامن میزنند. شهرهای مثل آقای دکتر محسن کدیور، آقای تاجزاده، آقای شمس الواعظین، آقای امادالدین باقی و بسیاری از شهرها روشنفکران قصد دارن که انشالله به دیدار شما بیان. من برای عرض سلام خدمت دوستان آمدم، امیدوارم که و خسته نباشید. دوستان هیئت دولت هم خیلی هاشون علاقمند بودن بیان چون جلسه دولت ادامه داشت. من اومدم اون دوستان دیگه هم چون گفتن شما تحسن وقت دارین دیگه، بالاخره تقسیم کردین تو اومدن، خدمتتون خواهند رسید. برخی نماینده ها حرف های ساختار شکنانه ای جلوی دوربین ها میزنند. من گفتم نظرم رو. من فکر میکنم 80 تا نماینده مجلس صلاحیتشون بیشتر از شورای نگهبانه و اگر احیانا یه دکمه ای به کت نخوره، کت رو عوض نمیکنن، دکمه رو عوض میکنن. بله، من 80 تا نماینده صلاحیتشون مرتبط شده نگهبان چون طبق قانون تفسیر براتون شده، چون اینا منتخب مردم هستن، مردم بهتر از هر کسی صلاحیت دارن که تشخیص بدن چه کسانی باید در اون حکومت بکنن. یعنی بر اساس اصل قانون اساسی که میگه اداره امور کشور باید بر اساس رأی مردم صورت بگیره. قانون اساسی میگه که تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان. اگر مردم حکومتی رو بخوان، اون
کسانی رو بخوان، اونها حق دارن بر مردم حکومت کنن ولو اینکه اسلامی نباشن و غیر مشروع باشن. اتاق فکر جنجال تحسن برای روزهای آینده برنامه ریزی می کند. برگزاری انتخابات غیر قانونیه، غیر مشروعه. بعد کسی هم دستی میگه مشروعیت نداره. میتونم توش هم بگیم که دولت هم که اگر دولت اصلاحاته حق نداره انتخابات رو برگزار کنه. اما همین تموم بشه دیگه. ما میگیم ما خودمون میان کنار، استفهامون رو میدیم، اعلامون رو میکنیم. از اون بعد کار میشه دست احزاب و گروه ها دیگه. قدرت دولت رو کم نبینید تو این ماجرا. ثانیه توان ماها رو کم ارزیابی نکنید. ما بالاخره این متحسنین هم توانایی هایی دارن که میتونن به کار بگیرن. کتا نهیم روی این توانایی ها. برخی نمایندگان مجلس ششم به این تحسن معترضند اما اجازه سخن گفتن نمییابند. بذار من پشت تریبون همین اگر واسه میدین شما اصلاح طلبین حالا که قبل از انتخابات صلاحیت شما طبق شعار مرجع قانونی شما دروغ میگین. شما وزارت اطلاعات از این سوال میبرین، تمام مرجع قانونی را زیر سوال میبرین. شما دروغ میگین، شما اصلاح طلب نیستین. اگر راست میگین بذارین صحبت هم را بکنم. من آزادم، من نماینده قانونی شهرم. شما چرا نمیذارین صحبت کنم؟ اگر من خلاف گفتم آقای کروبی، این آقایانی که دم از اصلاح طلبی و قانون مندی میزنن اجازه نمیدن یک مخالف سه دقیقه صحبت کنه. چرا نمیزنن آقای کروبی؟ چرا سر گذاشتن برای شما، برای روحانیت، برای علیه ولایت، برای علیه رهبری، برای شما تمام. اخبار تحسن در رسانه‌های کشورهای دیگر منتشر می‌شود. شبکه های ضد انقلاب در قبال جنجال تحسن فعال و هیجان زده. من به جای ایرانی ها جمع شدم برای اینکه برای آزادی انتخابات در ایران مبارزه کنند. امروز تحسن همبستگی کنند. امروز که صحبت متحسنین شدن اونجا کار از ارزم به حضورتون که تحسن کردن گذشته وارد مرحله دیگری شده. آقای محمد رضا خاتمی، بله بله، ماری گروه مشارکت، شنیدم که دیروز یا پیروز ایشون هم تهدید کرده بودن که ما اگر که فشار بیارید و بخواید افرادی رو که ما معرفی میکنیم شما هم از حذفش کنید، ما هم در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و نه و من خواهیم کرد انتخابات شد. باید در انتخابات شرکت نکنن چون انتخابات شیشه عمر رژیم. طبیعی است که ارزش‌هایی که در اینجاست ممکنه مورد قبول بسیاری از ملت‌های دنیا باشه و حمایت معنوی خودشون رو اعلام بکنن، اون هم هیچ اشکالی نداره. روزهای پر التهاب مجلس با نامه متحسنین به رئیس جمهور ادامه می‌یابد. نمایندگان معترض حمایت رؤسای جمهور و مجلس را خواستار می‌شوند. البته رئیس جمهور هم کارش رو شروع کرده است با اون هیئتی که مسئول پیگیری کردند و ما امیدواریم به نتایج خوبی در این رابطه برسیم. کسانی که شورای نگهبان رو به رد سلیقه‌ای صلاحیت‌ها متهم می‌کنن صرفاً یک اتهام می‌زنن و باید این ثابت بشه. اگر ثابت بشه که شورای نگهبان به حسب سلیقه افراد رو رد کرده، در اون صورت شورای نگهبان باید، یعنی هیئت‌های نظارت این کار کردن، شورای نگهبان باید اصلاح بکنه. ولی اگر ثابت نشود معلوم میشه که شورای نگهبان کار درستی کرده و ما نمیتوانیم به صرف اینکه یک عده رد صلاحیت شدن شورای نگهبان رو متهم بکنیم.
27 دی 1382 رهبر انقلاب در دیدار با اعضای شورای نگهبان تأکید می کند عملکرد شورا باید با دقت و متقن و به گونه ای باشد که حق کسی ضایع نشود. در این حال در مقابل کسانی که می خواهند گردن کلفتی کنند کوتاه نیاید. در مورد نمایندگانی که اکنون نماینده مجلس هستند باید اصل بر صحت گذارده شود مگر اینکه خلافش ثابت شود. تحسن جمعی از نمایندگان از روز هفتم با آنچه روزه سیاسی می نامند همراه می شود. روزنامه ها در گزارش های اعلام می کنند روزه ای در کار نیست. سران تحسن دولت را برای برگزار نکردن انتخابات و تعویق آن تحت فشار قرار دادند، کاری که امام حتی یک روز هم اجازه نداد اتفاق بیفتد. تا اونجایی که من می‌دونم دولت انتخابات رو برگزار نخواهد کرد. بنابراین اگر انتخابات بخواد برگزار بشه نهادهایی که هیچ مسئولیت قانونی ندارن باید اون رو برگزار کنه. اونم یک کودتای سیاسی است در حقیقت. از شرکت در انتخابات خودداری خواهیم کرد و استعفا خواهیم داد. ما طبق اون عهدی که بسته بودیم، طبق اون تصمیمی که در بیانیه شماره 13 اعلام کرده بودیم، چون تایید نظر اساسی در رد صلاحیت های غیر قانونی گسترده ندیدیم دست به اقدام خودمون زدیم. جمعی از اعضای هیئت دولت نیز تهدید به استعفا می کنند. همراهی 12 تن از اعضای هیئت دولت، استعفای 85 تن از معاونین وزرا، اعلام هم آمادگی بسیاری از استانداران و فرمانداران در مقابل رد صلاحیت های غیر قانونی، همه و همه نشانگر موضع به حق و قانونی اصلاح طلبان بوده است. در پایان به وزرا و معاونین وزرا و استانداران و فرمانداران و مقامات دولتی توصیه می کنم که از دخالت در امور داوطلبین نمایندگی مجلس هفتم به جد پرهیز کنند تا شایبه وکیل الدوله بودن مجلس یا شبهه نصب آنها برخلاف اصل شایسته سالاری پیش نیاید. همچنین از همه همکاران میخواهم که از کشیدن پای بیگانگان و پارلمان اروپا و مقامات آمریکایی به مسائل داخلی کشور پرهیز کنند و بدانند که بنا به گفته حضرت امام اگر بیگانگان از آنها حمایت کردند از چشم ملت خواهند افتاد. دستگاه های نظارتی و اجرایی برای برگزاری انتخابات مصممند و تحت فشار جنجال تحسن قرار نمی گیرند. تحسن پس از 26 روز بی نتیجه پایان می‌یابد و معترضان استعفا می دهند یا به تعبیر گذشته خود به خروج از حاکمیت روی می آورند. این مرد که راحت می شد اگر وقت من کفایت نکرد برادرم جناب آقای مظلومی اون رو ادامه خواهند. مجلس ششم برآمده از جنبش اجتماعی اصلاح طلبی به اقتضای تأکید بیشتر و جدیتر بر حقوق و آزادی های سیاسی اجتماعی مردم مجلس اصلاحات طلب گرفت. 12 بهمن 1382 نمایندگان معترض استعفای خود را به رئیس مجلس می‌دهند. رؤسای دولت و مجلس در نامه خواستار توصیه رهبری به شورای نگهبان برای بررسی مجدد صلاحیت رد شدگان می‌شود. نامه به شورا ارجاع می شود. شورای نگهبان بیش از 1000 نفر دیگر را با دریافت مدارک جدید احراز صلاحیت می کند. به این ترتیب در نهایت صلاحیت بیش از 5650 نفر از مجموع 8169 داوطلب برای رقابت بر سر 290 کرسی مجلس تأیید می شود. چه دلیلی از این واضح تر بر اون مطلبی که من هفته پیش خطاب به ملت ایران عرض کردم، گفتم راهبرد دشمن این است که انتخابات در کشور انجام نگیره، این استراتژی اونهاست، راهبرد کلی اونها اینه، میخوان انتخابات نباشه. دلیلش هم واضحه، عرض کردیم، چون اگر انتخابات نبود کشور و نظام بی پشتوانه خواهد شد، اینا اینو میدانه، لذا میخوان نباشه. این خب دلیل واضحش همین است که عرض کردیم. بعضی از این پارلمان‌های اروپایی هم دخالتشون در این کار رو دیگه به وقاحت رسوندن. البته حرف زدنشون اهمیتی نداره. خب حرف می‌زنن بزن. ما هم درباره خیلی از کارهای اونها حرف داریم، به حرفم می‌زنیم. نه اینکه ما ملاحظه کنیم حرف نزنیم. نه، مسئولین کشور ما هم نقاط ضعفی که در کارهای اونها هست همیشه با صدای بلند بیان می‌کنن.
از گفتن اونها به هیچ وجه گله‌مند نمیشیم، خب از اونها بیش از این توقعی نداریم. اما همه باید بدانند چه دولت‌هاشون چه پارلمان‌هاشون، تا کار در مرحله حرف زدن و گفتن است اهمیتی نمیدیم. اگر قرار شد این رو به دخالت در امور کشور ما منتهی بکنن، بدانن ملت ایران تو دهنی محکمی به همشون خواهد زد. البته چیزایی رو انسان گاهی مشاهده میکنه، بعضی دستگاه از هم گله میکنن، گاهی گلایه ها رو بزرگ میکنن، درشت میکنن. بنده اعتقادی ندارم به این که مسئولین در یک چنین موقعیت های حساسی دست به شکوه و گلایه از یکدیگر بزنن. بایستی نگاه کرد به اونچه که مصلحت این کشور، مصلحت این ملت است. بعضی کارهای دشمن شادکن هم صورت گرفت در همین یک ماه دو ماه اخیر. البته ملت ما آگاه بود و هست، هوشیار بود و هست، فهمید چه کار باید بکند و چه کار باید نکند. همون جور که درست بود ملت ما عمل کرد. آفرین بر شما ملت. ولی انسان متاسف میشه که ببینه بعضی ها دوست میدارن کاری کنن که در اون سوی مرزها دشمنان این ملت براشون کف بزنن. این ننگه. اگر دیدید دشمن برای شما کف میزنه، نگاه کنید ببینید اشکال کارتون کجاست. امام فرمودن که وای از اون روزی که دشمن از ما تعریف کنه. با وجود همه جنجال‌ها، انتخابات در موعد مقرر یعنی اول اسفند 1382 برگزار می‌شود. اما خاطره تلخ جنجال تحسن، استعفای دست جمعی و به تعبیر خود متحسنین خروج از حاکمیت در افکار عمومی باقی می‌ماند.